بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزانی گرامی، به ادامه درس در مورد اسرائیلیاتی که یکی از دخیل عمده در تفاسیر موجود داره، یکی از انواع دخیلی که اغلب تفاسیر ما را فرا گرفته، یک نمونه و مثالش در این آیه مبارکه، در آیه 159 سوره الاعراف، که الله رب العالمین می فرماید: و من قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون. دای مورد تأویلات مفسرین و خصوصا از چیزی که از در تفسیر امام المفسرین امام ابن جریر طبری رحمه الله ذکر شده در جامع البیان بسیار عجیب است. و ما منسشون که او ذکر کرده خدمت شما تقدیم میکنیم. اول خو می فرمایه که در وقد قال في صفة هذه الأمة التي ذكرها الله في هذه الآية جماعة أقوالا نحن ذاكروها ما حضرنا منها. يعني شما ای ربی بینین که تفسیر آیت را بالا ذکر کرده، باز میگوید که در مورد صفت امت و من قوم موسی امت، بعضی اقوال را که جماعتی از ما از مردم او را ذکر کرده، امام ابن جریر طبری رحمه الله می فرماید که نحن ذاکرو ما حضرنا منها، او را ذکر می کنیم بعض چیزا که بیاد ما است. بعض در این مورد اقوال عجیب ذکر کرده. یک قول ای است که خودش میگوید که حدثنا المثنى قال وبه حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الله بن الزبير عن ابن عيينة عن صدق ابي الهذيل عن السدي ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون قال قوم بينكم وبينهم نهر من نهر من شهد. ای قول یعنی نهرا من عسل، کی قوم اس و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون، که بین ما و بین شما و بین اینها یک نهر از انهار عسل است. امو عسل که در قرآن کریم به ذکر شده، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. و بعد سو قول ديگر ذكر ميكنا كي از ابن جريج وميقول كي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. او میگو ابن جرج بلغنی ان بنی اسرائیل لما قتلوا انبیاءهم کفروا وكانوا 12 سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا. اینها 12 گروه بودن و یک گروه از اونا از کسانی که انبیای خود را تکفیر کرده بودن و بعض اونا را به قتل رسانده بودن، اونا اعلان براءت و قطع تعلق کردن از اونا. و باز میگوید که وسأل الله ان يفرق بينهم وبينهم ففتح الله لهم نفقا في الارض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء السين فهم هنالك. ایرا ببینید که ای سبت و ای گروه که اعتذار کرده بود که ما در جرم شامل نیستیم، این هاز الله رب العالمین خواستن که بین این مجرمین و بین اینها
فرق بیاره و اینها را از اونا جدا بکنه. پس چی شد؟ ففتح الله لهم نفقا فی الارض، الله رب العالمین برای اونا یک سوراخی، یک سرنگی را ایجاد فرمود در زمین. و اینها ای گروهی که اعلان براءت کرده بود از 11 گروه دیگرش، در او داخل شدن و داخل شدن در اونجا در منطقه فلسطین و بالضبط در منطقه کنعان. و بعض خرجوا من وراء السین، و از امی سرنگ به ای طرف چین برآمدند. باز میگوید که فهم هنالک، ولی ای مردم در امونجا قرار دار. فهم هنالک حنفاء مسلمون یستقبلون قبلتنا، عالم در اونجا قرار داره و به طرف قبله ما رخ کرده نماز میخوانه و در اونجا هستن. این قول از اقوال از که در این مورد ابن جریر صاحب ذکر کرده در تفسیرش. قول دیگه، خب بعض با ادامهش میگوید که قال ابن جریج، و بعض ای قول را با عبدالله ابن عباس نسبت میدهد که قال ابن عباس رضی الله عنهما فذلك قوله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. ووعد الاخره، وعد الاخره معناه ومفهوم الشيس عيسى ابن مريم يخرجون معه، يعني وقت كي عيسى ابن مريم نزول ميكون انها بعض در امی سرنگ که اینا داخل شدن و به طرف چین برآمدن، بعض همراه عیسی ابن مریم علیه السلام می برای، و امی معنیش است که فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. بعض ابن جریج یک چیز دیگر هم علاوه می کنه و ایر با عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نسبت می دهد که سارو فی السرب سنة و نصفا، سارو فی السرب سنة و نصفا، یک نیم سال مسلسل اینا سفر کردن که از این سرنگ به او طرف برآمدن. تصور کنین این چیزا گفته شده و در تفسیر موجود است که چی قسم ای در این نفق اینا داخل شدن و باز یک نیم سال دایی درنگ کردن و او طرف برآمدن. یه بچی سیستم، یه خوراکشان، حاجیاتشان، یه چه قسم پورا می شد، یعنی که اصلا معقول نیست. و یه چیزی که در تفسیر ابن جریر موجود است و اینجا در تفاسیر ما، در دیگه تفاسیر هم ذکر شده و بعضی چیزا در او علاوه شده. مثلا بغوی صاحب در تفسیرش ذکر میکنه که از کلبی و ضحاک و از ربیع که هم قوم خلف الصین باقصى الشرق على نهر مجرى النمل يسمى نهر الأرض ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون بالليل ويسحون بالنهار ويزرعون لا يصل إليهم منا أحد وهم على دين الحق. وبعد ذكر ما يكون أن جبريل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إليهم فكلمهم. نبی کریم صلی الله علیه و آله را در شب اسراء و پیش اونا رفته برده بودن جبرائیل امین. فقال لهم جبریل، جبریل علیه السلام به اونا گفتن که هل تعرفون من تکلمون، که شخص را میشناسین، با شخصی که شما صحبت میکنین. اونا گفتن که لا، غیر خونه میشناسیم. باز جبریل به اونا معرفی کردن که هذا محمد النبی الامی فآمنوا به. فقالوا يا رسول الله إن موسى أوصانا أن من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على موسى
وعليهم، ثم أقرأهم 10 سور من القرآن نزلت بمكة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يثبتون أي يعظمون السبت كاليهود، فأمرهم أن يجمعون أي يعظموا يوم الجمعة. كي مذهبي قديمي شون ترك بقوين كيو عبارت أز تعظيم روز شنباس بل كي جمعة تعظيم بكون. وقيل ويقول ديگر كي بغويس بذكر كذا هم الذين أسلموا من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ميقوين كي والأول أصح. شما ای قول را شنیدین و اقوال دیگر هم در تفاسیر عجیب و غریب عمله، یعنی ای قصه مهمه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم با اونا ملاقات کردن و با اونا دعوت دادن و ده سوره را از سوره های مکی با اونا تلاوت کردن و با اونا امر نماز و زکات را دادن و باز برشان امر کردن که بجای خود بمانند. و یک چیزا اگر می بود چرا با یک روایت صحیح وارد نمی شد؟ این قضیه مهم. و باز این گفتنش که لیس لأحد که برای شما هیچ کس اونا را دیده نمی تانند، هیچ کس اونا را دیده نمی تانند، یعنی این چی قسم معقول است؟ آل خود دنیا لا يصل إليهم منا أحد، تا به حال بی پیشرفت و بی ترقی که مردم به هر جای رسیدن، این فقر و بی آبادی بزرگ را که از هزارها سال اونجا دارن، چطور اینا گیره معلوم نکردن و کسی ندیدن؟ و بس عجیب ای است که امام بغوی بعد از این واقعات اسرائیلی غیر واقعی و غیر حقیقی که ذکر کرده، میگوید که قول اول که عبارت از امی قصص است و درستر است، یعنی این غیر معقول است. و امام آلوسی بعد از اینکه اقوال را ذکر کرده و با رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا بعضی اقوال اینا را نسبت دادن، امام آلوسی با عنوان تفسیرا ای گفت که ضعف و ضعف روایت قصه بالکل آشکار و واضح است. و باز میگه که و اظنک لا تجد لها سندا يعول عليه ولو ابتغيت نفقا في الارض او سلما في السماء. یک موقف محمود از امام آلوسی رحمه الله است که با بعضی اسرائیلیت اونا رد میکنه و میگوه که این قصه نادرست است. و همچنان امام برعکس خازن سب هم در تفسیر خود ایره ذکر کرده کتوب ای ادام سند قوی که به او اعتماد شوه او را پیدا کرده نمیتوانی. خب تفسیر صحیح ای قصه و ای روایت چیست؟ و من قوم موسی امت یهدون بالحق و بهی یعدلون. عالم از علماء شیخ ابو شهبا نقل کرده از تفاسیر دیگه که والذي يترجح عندي أن المراد بهم أناس من قوم موسى عليه السلام اهتدوا إلى الحق ودعوا الناس إليه وبالحق يعدلون، يعني فيما يعرض لهم من الأحكام والقضايا، وأن هؤلاء الناس وجدوا في عهد موسى عليه السلام وبعده، بل وفي عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمثال عبد الله بن سلام و اضرب. یعنی تفسیری درست و راجح ایست که مراد و من قوم موسی امت یهدون بالحق و به یعدلون، مراد از او قوم است که الله رب العالمین اینا را پیدا کرده
وقوم اسكي بهدايت بودا در زمانه موسی علیه السلام راه راه راست را یافتن و مردم دیگه را به هم خیر و حق دعوت کردن و احکام و مسائلی که به اونها نازل می شد مطابق او به عدل و انصاف قائم بودن. این قسم مردم در زمانه موسی علیه السلام بودن، بعد از زمانه موسی علیه السلام بودن و در زمانه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بودن که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورده بودن از بنی اسرائیل، مانند عبدالله ابن سلام و دیگه صحابه کرامی که از یهودی ها اونا مسلمان شده بودن. تفسیرش بالکل واضح و اشکارا و من قوم اشکار است و من قوم موسی امت یهدون بالحق و بهی یعدلون. باز میگوید که وقد بین الله تبارک و تعالی ان اليهود وان كانت الكثره الكافره فيهم تجحد الحق وتنكره وتجور في الاحكام وتعادي الانبياء وتقتل بعضهم وتكذب البعض الاخر وفيهم من شكاسه الاخلاق والطباع ما فيهم فهنالك امه كثيره منهم يهدون بالحق وبه يعدلون. بسياري از يهود گمراه هستند، حق را نمیشناسند، ظلم میکنند، احکام را پایمال میکنن، با انبیا دشمنی دارن، انبیا را قتل کردن، انبیا را تکذیب کردن و بد اخلاقی ها دارن، لیکن فهنالک امه کثیره منهم یهدون بالحق و به یعدلون. با وصف ای کس تعداد کثیری گمراهشان یک قوم است که با هدایت است و با عدل و انصاف قائم است، فهم قائمون على الحق. باز دهی آیت اونا میگوین که ففیه شهاده و تزکیه لهؤلاء و تعریض بالکثره الغالبه منهم التي ليست كذلك. قرآن کریم کتاب عدل و انصاف است، هر کس که بحق باشه از او انکار نمیکنه، او را تایید میکنه. و دی آیت کریمه به این تعریض و اشاره هم است که اغلب یهود قائمین بالحق نیست، اغلب اونها به هدایت نیست، به حق قائم نیست. و من قوم موسی، یعنی بعضی از اینا هستن که اینها به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ایمان آوردن و شاید فی الحال دی عصر حاضر که یهود یا قوم مجرم است و هر ظلم و جور و هر ناروا و ناانصافی که در دنیا رخ می دهد، بعضی علما میگه که پشت سر هر قضیه و حادثه دست یهود است، لیکن قرآن کریم کتاب انصاف است. و من قوم موسی امه یهدون بالحق و به یعدلون، شاید فی الحال در بینشان مردم باشه که بحق قائم است و بعدل و انصاف، عدل و انصاف را تایید میکنه. قرآن کریم این آیت کریمه هم به اشاره میکنن که الله رب العالمین میفرمای قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون. کی بئی هم به تمام انسانیت دعوت شد، دعوت داده شده و بعضی از یهودی ها از قوم موسی علیه السلام به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آورد. أما بالنسبة ما ذكر فنقول ليس هناك ما يشهد له من عقل ولا نقل صحيح، بل هو يخالف الواقع الملموس والمشاهد المتيقن. وقد أصبحت السين وما وراءها والبلاد في هذه المنطقة وغيرها معلوم كل ما فيها، وكل شبر فيها معلوم، فأين هم؟ ثم أين هذا النهر من الشهد؟ وما هذا النهر من الرمل؟ بعضی نهرهای عسل و ازرق کجاست؟ و بعض
ای قضایا و ای واقعات که تفسیر ما بایزی پر شده چی فایده داره؟ ای روایات که روایات ضعیف، روایات نادرست، مخالف عقل و نقل صحیح، با ذکر ای قسم مرویات خرافی و باطل چی فایده داره؟ ولو که سند صحیح هم باشه، لیکن عقل که او را رد میکنه، او را قبول نداره، چی ضرور است که ایرا انسان عاقل نقل کنه؟ و چی ضرور است که باز در کتابای ما وجود داشته باشه و مردم از تفسیر حقیقی و تفسیر واقعی قرآن کریم دور شوند و به این قصه های نادرست تمسک بکنند؟ یعنی اگر سندن صحیح هم باشه، آله که سندشن ضعیف و واهی است، و قسمی که امام خازن صاحب میگوید که هیچ سند قوی ولو که زمین و اسمان را جستجو کنی بایی دریافت کرده نمیتانی. لیکن متاسفانه که در کتب تفسیر ما وارد شده و نقل میشه و بسیار جای تأسف است که خطبای ما و ائمه مساجد ما بدون ازی که تحقیق بکنه ایرا نقل میکنه و ایرا منابر بیان میکنه و عوام الناس را به این مشغول ساخته، بجایی که فهم درست و صحیح اسلام را به اونا ارائه کنه و فهم درست تفسیر قرآن کریم و روح قرآن کریم را به اونا برسانه، این چیزها را بیان میکنه.